دستان از تو بشنم بیم واکنش ها در آمریکا رو نسبت به حمله دیشب. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه حملات موشکی از سوی ایران به اربیل را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات در واقع نقض آشکارا حاکمیت عراق است و از دولت ایران خواسته که فوراً این حملات موشکی را متوقف کنه، به حاکمیت عراق احترام بگذاره و از دخالت در امور داخلی عراق پرهیز کنه. از طرفی هم گفته که به هیچ یک از تاسیسات آمریکایی و شهروندان آمریکایی در عراق آسیبی نرسیده و اعلام کرده که واشنگتن همچنان در کنار متحدان عراقی خود به ویژه در مناطق کردستان باقی میمونه و به اونها برای دفاع از خودشون کمک میکنه. از سوی دیگر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به شدت حملات موشکی از سوی ایران رو محکوم کرده و گفته در حال بررسی تمام اطلاعات و گزارش ها هستند تا ببینن دقیقاً هدف از این حمله موشکی به کجا بوده. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن باور نمی‌کنه که هدف اصلی از این حمله موشکی ساختمان کنسولگری آمریکا در عراق بوده و به نظر میاد که این هدف از این حمله بیشتر حاکمیت عراق بوده. و در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته گفته تصور کنین که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چنین رفتارهای بی‌ثبات کننده یا داره در منطقه انجام میده و اگر بتونه به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا کنه چقدر خطر بزرگتری در خاورمیانه خواهد بود. بسیاری از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هم واکنش نشون دادن و از دولت جو بایدن خواستن که هرچه سریعتر مذاکرات برجام رو متوقف کنه و از این مذاکرات خارج بشه و علاوه بر اون هرگز نفت ایران رو خریداری نکنه. یکی از این سناتورها مارک روبیو در توییتی نوشته که در واکنش به این حمله موشکی به حملات ماه‌های گذشته موشکی ایران از سوی یعنی در واقع گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران به منافع آمریکا در عراق اشاره کرده و گفته هدف جمهوری اسلامی بیرون کردن نیروهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا از عراق است. سفیر آمریکا در عراق هم در بیانیه این حمله را جنایتکارانه و تروریستی به غیر نظامیان و شهروندان بیگناه نامیده و آن را محکوم کرده و گفته که دولت آمریکا حمایت میکنه از متحدان خودش در عراق و اینکه جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو و مسئول کشتار جنایت مردم بیگناه در مناطق اربیل عراق باشه. مرسی ساناز. ساناز آریا همکارم از واشنگتن دی سی همراه